دوزو میلادی الان تصویرهای از افغانستان از کابل به ویژه آمده، مردم در صفهای طولانی ایستادن جلو بانک ها، بانک ها الان دو هفته تعطیل، مردم پول ندارن، پولشون نزد بانک ها بوده، بانک ها باز نمی کنن، مواد غذایی هم کمیاب شده. بفرمایید. میدید تصاویر خب واقعا وحشتناک و غم انگیز و افسرده کننده است دیگه، و به نظر من حکایت از نادرستی این تعجیلی است که آقای بایدن در کار خروج آمریکا از اون افغانستان نشون داد. به نظر من تصمیم خروج از افغانستان تصمیم بایدن نبود، تصمیم ترامپ بود. مذاکره با روح طالبان تصمیم ترامپ بود، خودش با ملا برادر به گفته خودش مصاحبه کرده، ولی نحوه خروجش به گمان من و عجله‌ای که کردن و بی برنامگی که در این کار نشون دادن به نظر من واقعا شرم‌آوره و یه فاجعه است. ما در مورد تصویرها صحبت میکنیم، نصف جمعیت افغانستان زناش هستن، بسیاری از اونها الان تحصیل کرده هستن، همه الان خانه نشین هستن، همه نگران این هستن که بیان به زور ببرنشون عقد جهادی بهشون بکنن، و نتایج این تصاویر شرم‌آور به گمان من به این زودی از بین نخواهد رفت. ولی اگر نخواهیم به گمان من فقط در این تصاویر بسیار غم‌انگیز امروز بمونیم و بفهمیم چرا اینجوری شد، به نظر من باید یک کمی به گذشته برگردیم و تقریبا هر دولتی که از زمان سپتامبر 11 سر کار بوده و با افغانستان و ایران و عراق رابطه داشته و اینها خیلی به هم پیوند دارن، به نظر من اشتباهات عظیمی کردن. شما به بن لادن اشاره کردید و اینکه دنبال روندگانش و مردش و اینا برگشتن دارن به افغانستان برمیگردن، به نظر من بیشترم برخواهند گشت. ولی تصمیم عدم گرفتن بن لادن وقتی که در غارها پنهان بود و نیروهای آمریکایی در واقع محاصرش کرده بودن، تصمیم بود که دولت بوش گرفت. برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن، به نظر من برای ایران، نه برای آخونده، برای ایران بهتر بود که صدام حسین از بین بره، ولی اونا تصمیم گرفتن خطر عمده عراق. همین چند روز پیش اینجا سخنرانی بود، من رفتم سخنرانی یکی از فرمانده های برجسته آمریکا در تمام این سالها، یعنی مستر بعضی از مهمترین کارهای آمریکا بوده، و میگفت ما نمیفهمیدیم که چطور شده ما طرف همین بغل دست ماست و میتونیم مرز رو ببندیم، مرز پاکستان رو ببندیم و ترتیب بن لادن رو اونجا بدیم، ندادن، رفتن عراق. عراق هم وقتی که نیمه کار بود ول کردن، نیروهای آمریکا رو زود کشوندن بیرون، داعش آمد. حالا این خزعبلات و کیهان می نویسه که نمیدونم اینا رو داعش و هیلری کلینتون درست کرده یا آمریکا درست کرده، اینا مزخرفه، خزعبل، دروغ، جعله. ولی خروج آمریکا بدون شک خلایی ایجاد کرد که دو نیروی خرابکار اسلامی وارد اونجا شدن، داعش و جمهوری اسلامی. در مورد این ماجرا هم و برگردیم به افغانستان هم دوباره میبینیم که در یک مقطعی نیروهاشون بیرون کشیدن، یه مقطعی یه مقداری دوباره آوردن. یک نگاه استراتژیک به ایران، یک نگاه استراتژیک به خاورمیانه، به افغانستان نداشتن، از یک سیاست به یک سیاست دیگه رفتن. و اگر هم نگاه استراتژیکی داشتن به گمان من در یک مسئله اساسی بنیادی از روز اول آمریکایی ها و به طریق اولا اروپایی ها خطا کردن و اون فکر کردن که یه نوع رادیکالیزم اسلامی خوبه و میشه باش ساخت،
و علیه دشمن ازش استفاده کرد و یه نوع رادیکالیزم اسلامی خطرناکه و معمولا هم وقتی خطرناک شمرده میشد که به غربی ها حمله میکرد. وقتی رادیکالیزم اسلامی خود مسلمان ها رو میکشت خیلی مسئله باش نبود. وقتی که اومد تو اروپا مسئله ایجاد کرد، تو آمریکا مسئله ایجاد کرد، ولی مسئله اساسی استراتژیکی که آمریکایی ها و اروپایی ها به گمان من نفهمیدن، هنوز هم نمیفهمن، اینه که تفاوت اساسی، منظورم فحش سیاسی نیست، تفاوت اساسی فکری بین داعش، طالبان، جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان، اخوان المسلمین مصر نیست. همه میخوان شریعت رو حاکم بکنن و شریعت رو حاکم بکنی همین نکبتی است که در ایران میشه، همین نکبتی است که در افغانستان میشه، همین نکبتی است که در دوران مرسی و مصر رفت، همین نکبتی است که الان در ترکیه ما به تدریج ناظرش هستیم. یعنی تا یک نگاه استراتژیک پیدا نکنن که رادیکالیزم اسلام و رادیکالیزم اسلام با باورهای مسلمین فرق میکنه، اکثریت عظیم مردم مسلمان به این خزعبلات باور ندارن. تو ایران الان شاید 10% مردم فکر میکنن که حکومت ولی فقیه حکومت برحقه. من تازه 10% هم باور ندارم، ولی 10% که حقوق بگیرن، 90% مردم به این نتیجه رسن که اینا شر و بره، اینا یک حکومت تهجره، واپسگراست، بدترین نوع استبداد. شما کرونا رو بگیرید الان ببینید چه کردن اینا با مردم ایران، افغانستان رو ببینید چه میکنن اینا با زنان افغانستان، با فرهنگ افغانستان. به همین خاطر این دو مسئله، یعنی وقتی شما نگاه میکنید چند تا از این رؤسای جمهور یک راه حل کوتاه مدت رو برای اینکه مثلا به انتخابات نزدیک بوده، برای اینکه به حزب خودشون کمک میکرده، الان خب جمهوری خواها به بایدن به درستی فوش میدن، ولی یک ریایی در این کار هست. سیاست بایدن سیاست غلطیه، ولی سیاستش ادامه سیاستی است که آقای ترامپ انجام داد. حالا خود ترامپ میگه، مصاحبهش دیدم، گفته که اگر من بودم و نیروها رو میکشتم اینا جرئت نمیکردن به ما حمله کنن. حرف درستی نیست. کسی که حمله کرده طالبان نیست که با شما مذاکره میکرد، کسی که حمله کرده داعش خراسانه که در اون خلای ایجاد شده خروج شما و دیدن مذاکره شما با اینها و دیدن تماس های شما با اینها روشون زیاد شده، اومدن اونجا، رفتن یه مقداری از افغانستان رو گرفتن. حالا نظر به ایران هم دارن، میخوان خراسان ایجاد بکنن، خراسان بزرگ ایجاد بکنن. یعنی تا این به نظر من دو مسئله درست نشه، یعنی بفهمن اروپایی ها بفهمن که رادیکالیزم خوب اسلامی نیست. رادیکالیزم اسلامی میخواد ولایت اسلامی ایجاد بکنه، حالا چا اسمش امارات باشه، چا ولایت فقیه باشه، چا یا حکومت آقای مرسی در مصر. دو تحول اساسی در دنیا رخ داده. یکی این که این تحول به سود ترور اسلامی بوده، به اصطلاح تروریست های اسلامی امروز در بخشی از خاورمیانه دارن حکومت میکنن و غرب آسیا. تحول دوم اینی که برای نخستین بار بعد از 40 سال ترور اسلامی سنی یا وهابی غلبه پیدا کرد بر ترور شیعی که تا به حال اینا گروه غالب به شما میرفتن در کل منطقه از عراق گرفته تا سوریه. برای نخستین بار تعادل به هم میریزه، ترور سنی بر ترور شیعه غالب میشه یا داره غالب میشه. میخوام ببینم نظرتون چیه، فکر کنید پیامدش چی باشه. من فهم کنم به یک روایتی حرف شما میزنید کاملا درسته، یعنی هیچ زمانی به اندازه الان ترور اسلامی، چه روایت وهابیش، چه روایت سنیش، چه روایت شیعهش، به اندازه الان در سطح جهانی مشکلزا نبوده. اما من فکر میکنم فکر حکومت اسلامی،
حالا چه روایت ولایت فقیهش، چه روایت اماراتش، چه خلافتش، به نظر من اون شکست خورده. یعنی اینا یه شکست تاریخی خوردن. آغاز این حرکت ها، آغاز موج گرفتن این حرکت ها در واقع انقلاب اسلامی بود دیگه. خود آقای خمینی و خامنه‌ای بارها گفتن که اینجا نقطه آغاز ایجاد این خلافت جهانی اسلامیه. در این نقطه هم هر دوی این جریان ها، هر سه این جریان ها، یعنی وهابیزم و طالبانیزم و اخوان المسلمین و ولایت فقیه، متفقن که میخوان حکومت جهانی اسلامی ایجاد کنن. دوباره این نکته ایست که غربی ها کمتر بهش توجه میکنن. اینا مسئله شون فقط گرفتن اینجا نیست، اینا فکر میکنن، وهم دارن به نظر من، ولی فکر میکنن که به قول خامنه ای یه پیچ تاریخیه. اونور این پیچ تاریخی، به صراحت خامنه ای میگه اونور این پیچ تاریخی، خلافت اسلامی بر سراسر جهانه و خامنه ای هم به عنوان امیرالمومنین بغدادی این همین حرفو میزد، پیچ تاریخی هم استفاده میکرد، کلمش هم استفاده میکرد و میگفت اونور پیچ تاریخی خلافت منه، چون من از پیغمبر نسب میبرم و من سنی هستم و شیعیان که اصلا مسلمان نیستن و اینا رافضی هستن. یعنی همه اینها اون برنامه دارن. تو اون برنامه به گمان من بعد از رو شدن فلاکت جمهوری اسلامی و بعد فلاکتی که طالبان در افغانستان ایجاد کردن، بعد خلف بعده هایی که آقای خمینی در ایران کردن، آقای مرسی در مصر کرد، طالبان در افغانستان کردند، امروز هر روز میبینیم که با امریکایی ها وعده داده بودن که زنها رو کاری نداریم، فلان میکنیم، علم میکنیم، بل میکنیم، هر روز دارن خلف وعده میکنن. خلف وعده در ذات این اندیشه است، برای اینکه اندیشه حق به جانبی است، اندیشه است که فکر میکنه رسالت الهی داره و به صراحت میگه که دروغ در راه تحقق این اندیشه عین ثوابه. و اون وقت یه عده هم هستن، یه عده مداحان در داخل و خارج، خارجیاش به نظر من مزمنتر و سم آورترن که این توجیهات این رو براش توجیه نظری پیدا میکنن، کراوات میزنن میان میرن در اینجا اونجا تلویزیون، در کنفرانس، در فلانجا میگن بله این خامنه ای فتوا داده که من بمب اتمی نمیسازم، شما خیالتون راحت باشه. ملا عمر گفته که ما با زنا کار نداریم، آقای خلیل‌زاد گفته به من قول داده. نمیشه این، میدونید یک گنجینه تاریخی هست که نشون میده که اینها خلف وعده میکنن و میگن که خلف وعده میکنن و میگن که دروغ میگن، میگن که تقیه اصل فکر ماست، میگن خود برای ما ثوابه، میگن. همین دیروز میدیدم نوار آقای خمینی رو، اینهایی که هی میگن برگردیم به دوران طلایی خمینی، من توصیه میکنم این نوار رو بخونید. مادری نشسته با پسرش که دارن اعدامش میکنن، تهدیدش میکنه، میگه باید تو رو اعدام میکنن. بعد خمینی و بعد خامنه ای هر دو میگن این مادر نمونه ماست. خب وقتی شما یه چنین نگاهی دارید، چطوری مداحانشون وقت میان به غربی ها میگن که اینها کاری جز همین اداره اجتماع انتخابات نمی کنن؟ مگه عربستان انتخابات داره؟ اینها ببینید چقدر مبادی آداب دموکراسی هستن، هر دو سال یه بار انتخابات برگزار کردن. این حرفایی است که ظریف میزد، این حرفایی است که مرده ظریف میزنن، تا غربی ها این توهم رو کنار نگذارن. جامعه، برمیگردیم به حرف شما زدید، من فکر کنم اکثریت مسلمان ها آمار دقیق در این مورد هست. میخوندم بعضی از آماری که مثلا 40 سال پیش چند درصد از مسلمان های جهان فکر میکردن راه حلشون یه حکومت اسلامیه و چند درصد الان فکر میکنن. در سطح جهانی یک سقوطی کرده، مردم دیدن اینها از چه جنسی هم.
زنها هر روز تحصیل کردن، زنهای تحصیل کرده حتی افغانستان رو هم به گمان من اونجوری که اینها 20 سال پیش زنها رو زیر چادر کردن تو افغانستان، این بار به نظر من به اون آسونی نخواهد بود. زورشون رو خواهند زد، کشتار خواهند کرد، حبس خواهند کرد، اسید خواهند پاشید، این کارهایی که در ایران کردن همین امروز هم میکنن. همین امروز هم از وقتی که رئیسی اومده دوباره تو خیابون مردشون رو انداختن، کسی کوچکترین چیزی تو حجابش تو ماشین باشه فوری براش جریمه میفرستن، هم مردم رو ترکه میکنن هم میترسوننشون. ولی نمیشه، کسی که تحصیل کرده، کسی که اومده بیرون استقلال پیدا کرده، کسی که روپای خودش وایساده، خانوادش خودش اداره کرده، کسب خودش اداره کرده، برنامه تلویزیونی خودش اداره کرده، حالا به یه پخه یه مرده یه جور اسلام که نمیاد بره تو چیز، ممکنه بره تو اتاق بشینه مدتی ولی بر میگرده. اینها واقعا گره بر باد میزنن و در این زمینه من فکر میکنم ایران خیلی از همه این کشورهای دیگه جلوتره، برای اینکه 40 سال صابون این نکبت به تنش خورده. آقای دکتر میلانی، دو پناهجوی افغان برادر بعد خواهرشون رو که 36 سالشه، دو فرزند یعنی مادر جوان میکشن، میذارن توی چم. دو پناهجو یعنی کسانی که از دست مذهبیون فرار کردن آمدن به اروپا، کجا ساکنن؟ در برلین. میذارن توی چمدان قطعه قطعه میکنن، میبرن در جنوب آلمان، در بگن میکنن زیر خاک، دستگیر شدن، محاکمه شونه خیلی تکون دهنده است. یا تو باشه اینا کسانی هم که از دست گروه های طالبان فرار کردن، ولی وقتی نگاه میکنیم متوجه میشه هیچ فرقی بین اونا و طالبان نیست. جالبه که من فرقی بین بسیاری از روشنفکرانی که در اینجا بودن، خود آمریکا بودن، کار نظریات مشورتی میدادن با جمهوری اسلامی یا با گروه طالبان هیچ فرقی نمیبینم. نگاه میکردم ببینم چه کسانی تخم لق اصلاح طلب و تون رو کندرو رو مثلا در مورد ایران و حالا در مورد افغانستان دوباره همون موضوع رو همون مثلا مطرح کردن که گویا در میان طالبان یه گروه هستن خیلی ملیحن، خیلی خوبن، دنیا شناسن، امروزی هن، یه گروهی مال عهد عتیق هن. این گروهی که تازه امروزیه اون عهد عتیقه رو بالاخره سر به راه میکنه. الان پیدا شد. نگاه میکردم مثلا در دوره آقای ریشارد هالبروک، در دوره آقای اوباما، کسی که نظر مشورتی میداده نگاه کردم به پست رسمی هم چه مشاغل. یک، کارشناس ایران بوده، همزمان دنیای عرب بوده، عرب ورد، به اضافه کارشناس افغانستان هم بوده. در که شما با عنوان یک اکادمیسیان برجسته میدونی هر کدام از اینا رشته های تخصصی خیلی گسترده است، یه نفر نمیتونه متخصص جهان عرب باشه، متخصص افغانستان باشه، متخصص ایران هم باشه. من اینا رو بیشتر مقصر میدونم در این اشتباهکاری هایی که در آمریکا صورت میگیره و این انحرافی که متاسفانه پدید آمده و شما اشاره کردید به نتایج و ثمراتش. بفرمایید. بله، من فکر کنم این افراد بدون شک نقش بسیار موثری داشتن هم در توجیه خلافکاری های رژیم، هم به قول واژه رایج امروز در مال کشیش، یعنی وقتی که در ایران کشتار میشد، وقتی که در ایران هواپیما رو میزدن، این که خب این اتفاق همه جا میفته، وقتی که اینها در ایران شروع کردن کشتار کردن، وقتی که امثال هویدا و جنرال های ارتش و الغانیان و از هر کسی که باشون مخالف بود احساس خطر میکردن دادن به یک جلادی از جنس همین جلادی که الان رئیس جمهور ایرانه، رئیسی، گفتن ایران رو برو رأفت اسلامی بهشون نشون بده، دق 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 ادامهشون میکرد. و وقتی که پرسیدن از آقای سنجابی نماینده جبهه ملی در ایران، رئیس جبهه ملی در ایران، وزیر امور خارجه ایران، گفت اونجا که
زیاد کشدار نشده در قیاس با انقلاب فرانسه هنوز چیه؟ وقتی که آقای خمینی گفت که ما اشتباه از اول کردیم، مثلا ما باید از روز اول به محض احراز هویت اینا اعدامشون میکردیم، گفتم خب خشم انقلابیه، رأفت اسلامیه. خب از اونجا شروع میشه تا اینجایی که الان میان منویسن، متنشو خوندم دیگه، به نامه‌ای که الان علنی شده، نامه نوشتم به هیلری کلینتون که بله آقا دیگه فتوا داده. حالا میگم تا به حالم کسی فتواشو دقیقا پیدا نکرده، بگذاریم از این که آقا اصلا حق فتوا نداره در مفهوم خود آخوندها، به قول یکی از آیات اعظم آیت الله که با قیام و قعود نمیشه که، آقای خامنه‌ای رو با یه قیام و قعود از آخوند کردنش آیت الله. تو سنت اسلامی خود تشیع حق به فتوا اصلا نداره، ولی گیرم حق داشت، گیرم اون فتوا پیدا میشه. اگه یه آمریکایی، مقام آمریکایی از من بپرسه که فلانی ما دیدیم آقای خامنه‌ای یه فتوا داده در مورد اینکه بمب اتم نمیشه، برخلاف اسلامه، ما بر اساس این سیاست اونو تنظیم بکنیم، من وظیفم به عنوان کسی که ایران رو یه کمی میشناسم و یه کمی ماجرا رو خوندم این نیست که بگم بله بله شما رو خیالتون راحت باشه، اینا دیگه دنبال بمب نمیرن. وظیفه من اینه که بگم بابا فتوا اصلا معناش اینه که قابل تغییره. آخوندها به این فخر میکنن که قابل تغییره. وقتی معنای فتوا رو ما از زبان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بهتر میشنویم تا این متخصصین، خب مسئولیت خیلی زیادی است. من نمیگم چیز بکنید، بگید که فلان کار رو بکنید، ولی شما به عنوان مشاوری، شما ناسلامتی محققید، بعضیاتون کتاب نوشتید در مورد تشیع، چطور میگید که چون فتوا داده شما میتونید مطمئن باشید که اینا دنبال بمب نمیرن؟ مگه فتوا در مورد تلویزیون ندادن؟ مگه فتوا در مورد منع حق رأی زنان ندادن؟ مگه فتوا علیه پپسی ندادن؟ مگه فتوای خمینی علیه خاویار یا به نفع خاویار رو شما نمیدونید؟ هزار سال خاویار من بود، حالا که دکون مطرح شد صدها میلیون دلار در ما بود، گفت حالا ما در طب جدید یه ساختمان استخوان بندی تازه پیدا کردیم. فقه پویا اصلا یعنی تغییر فتوا، تازه فتوا یا آخوند با فتوا یا آخونده دیگه فرق میکنه. اینا در مورد اینکه چه روزی آخر ماهه با هم توافق نمیتونن بکنن، فتواشون با هم فرق میکنه. اینا در این حد نمیگن. آمریکایی هم مسئولن، خب نمیدونستن، جهل آمریکایی ها حتما مسئولیتشونه، شما نمیتونی میگه من نمیدونستم، باید میرفتی میخوندی. ولی یه مقداری شما وقتی نگاه میکنید که چه پندهایی، چه مشاوره هایی این افراد دادن، تازه همه اینا در رنگ بده، بالاخره یه روزی در میاد. الان اون حرفایی که جبهه ملی، مثلا طرفداران جبهه ملی، سران جبهه ملی در سفارت آمریکا میزدن یا با مقامات آمریکا در اروپا میزدن، الان در اومده. ببینید چه توهمی دارن نسبت به خمینی. جبهه ملی هم نبوده ترها، من نمیخوام، فقط نیروهای چپ هم بودن، کنفدراسیون هم به اندازه جبهه ملی در این مورد توهم داشت، بیانی هایش که در مورد خمینی میداد الان که آدم میخونه اصلا لرزه بر اندامش میفته. همون کسیست که در اون زمان، همون زمانی که ما که در کنفدراسیون بودیم به نفعش اعلامیه میدادیم، در اون زمان گفته به شاه ایران که شاه میخواسته از انرژی خورشید استفاده کنه که نگو این مردک، این رو نگو، بهت میخندند، مگه انرژی خورشید انرژی داره؟ ما به جای اینکه بخندیم بگیم آقا داره خورشید، خیلی از کشورها دارن استفاده میکنن، گفتیم به به به، ببین در مقابل استبداد وایساده، در مقابل امپریالیسم وایساده. به همین خاطر میدونید در داخل، همین میگم جبهه ملی، آقای بازرگان مگه نگفت شما
3% هستین به اندازه بلیتتون صحبت بکنید. یعنی چی به اندازه بلیتتون صحبت کنید؟ دارن راست راست اعدام میکنن، ما حق نداریم. بلایی که روشن فکرای ایران بر سر مصطفی رحیمی آوردن، کسی که جرأت کرد در اوج قدرت خمینی تو آیندگان بنویسه من با جمهوری اسلامی مخالفم، برای اینکه حاصلش چیزی جرست داد نیست، و به خمینی در همون نامه میگه حاصلش جز ویران کردن خود شما و ویران کردن اسلام هم نیست. به جای اینکه از او تعریف بکنن پشتش وایسن. من وقت دوستی با مصطفی رحیمی رو داشتم، میگفت چه بلایی بر سرش آوردن، چه تلفن هایی بهش میکردن، چطور کتاب هاش رو تحریم کردن، برای اینکه جرأت کرده بود وایساده بود. مهشید امیرشاهی جرأت کرده بود وایساده بود. غلام حسین صدیقی همین جبهه ملی، من یادداشتای دکتر صدیقی رو بعضیش رو خانواده‌اش در اختیار من گذاشتن. ببینید جبهه ملی که ناسلامتی طرفدار دموکراسی باشه به غلام حسین صدیقی، برای اینکه داره سعی میکنه در مقابل این صد اسلام بایسته، برای اینکه میشناسه. رساله دکتراش رو قبل از اینکه کسی وارد این بحثا بشه در مورد این جریانات نوشته. پشتشو نه تنها خالی کردن، خود میدونید سران جبهه ملی آقای فروهر، خواستم اسمشو نگم باید گفت، آقای فروهر بهش میره میگه که قربان وجاهت شما رو، تمام وجاهت ملی تو نست، اما 40 سال چیز کردی فدای این کار نکنید. میگه من وجاهتمو برای اینکه با خودم به قبر ببرم که درست نکردم، من وجاهتمو برای مملکتم درست کردم، حاضرم همه رو به خطر بیاندازم. به خطر نینداخت. امروز وجیه ترین رهبر جبهه ملی در ذهن من حداقل خود غلام حسین صدیقیه. از همه اینها بهتر خطر رو فهمید. بعدش بختیاره. بختیار جاه طلبتر بود، خامتر بود، فکر میکرد اگه شاه رو از ایران بیرون بکنه با اون سرمایه خودش میمونه. صدیقی اون توهم هم نداشت، به شاه گفت بمون من کابینه رو تشکیل میدم. لیست کابینه‌اش هم تایید کرده بود. چند نفر از روشنفکرهای ما حاضر شدن در اون زمان از صدیقی دفاع بکنن؟ همونا جوجه هاشون الان به امریکایی ها میگن بله خب اینم به چیز فلان اسلام، جناح خوب اسلام رو رعایت بکنید. این رو هم بگم، مردم ایران تمام راه ها رو برای اینکه ببینن آیا این جناح خوب در این رژیم هست رو رفتن. یعنی هر کسی که فکر کردن ممکنه بتونه این جریان رو براشون تجسم ببخشه رفتن یه مدتی پشتش، دیدن نه تو خالی اومد در اومد، دیدن بخشی از قدرت رو میخواد. وقتی دیدن اومد، دیدن وقتی که اومد سر قدرت وای نساد، از اون پشتیبانی که ازش شده بود این دفعه اینها پشت مردم رو خالی کردن. یه زمانی مردم و نیروهای سیاسی پشت صدیقی رو خالی کردن، بعد کسانی که اومدن به عنوان اصلاح طلب سر کار پشت مردم رو خالی کردن، از حمایت مردم استفاده نکردن در مقابل مثلا خامنه‌ای وایسن. وقتی که بار اول آقای خاتمی اومد 25 میلیون فکر کنم رأی داشت دیگه، خب با اون رأی میشد وایساد در مقابل زیادخواهی های روزافزون آقای خامنه‌ای، دخالت های روزافزون سپاه. در اون زمان رفسنجانی هم زنده بود و یک قدرت تشکیلاتی هم اینا تو دولت داشتن دیگه، نکردن، همه رو فدای مصلحت سیاسی کردن و شد متاسفانه چه شد. و وقت مردشون، فامیلاشون، دست پرورده هاشون اینجا دقیقا اون چیز رو میگن، به وقتی طرف مشورت هم که کمک میکنه به تثبیت این استبداد متاسفانه. بسیار میشه، بسیار تفکر برانگیز آقای دکتر میلانی، سپاسگزارم از حضورتون و
اجازه بدید تو این دو دقیقه از شما بپرسم، چرا نواندیشان دینی که طرفدار تلطیف مذهب هستن هرگز موفق نشدن در جوامع اسلامی نفوذ بکنن، در حالی که طرفداران تندروی، افراط و اکستریمیسم اینها موفق بودن و به همین لازم اسلام دائما داره تندرو و تندروتر میشه؟ چرا فکر میکنید؟ برید برای اینکه به نظر من تلطیف این فکر میسر نیست. نمیشه، نمیشه با حکومت شهر یک جریان دموکراتیک ایجاد کرد. فقط هم شرع اسلام نیست، قبلا هم در این زمینه با شما صحبت کردیم. شما شرع بودایی داشته باشی که از همه دینها کم چیز تره، کم شرتره، شرع یهودی داشته باشی، شرع مسیحی داشته باشی، تو هند شهر هر دینی داشته باشی، ببینید دموکراسی یعنی هیچ کسی حقیقت رو نمیدونه. باید در پی حقیقت جمعاً بگردیم و هر وقت هم خطا کردیم بتونیم اصلاح بکنیم. هر وقتی شما بگید یه جایی هست، یه کتابی هست که اون کتاب حقیقت مطلقه و باید بر اون کتاب عمل کرد وگرنه میکشمت، از اون که دموکراسی در نمیاد. شما اصلاح میخواید بکنید، بکنید. خیلی هم خوشحالم در غربم اصلاح دین شده، ولی اگر بیایید بخواید با اون اصلاح، فکر اصلاح شده، هم میگن پیغمبر در فلان زمان فلان حرف رو زد، بر اون اساس میشه امروز گفت که قتل مثلا اعدام درست نیست. چرا ما باید بر اساس حرف پیغمبر این کار بکنیم؟ اجماع عمومی میکنیم که آیا این عقل سلیمه؟ اجماع عمومی میکنیم که آقا همجنس بازو باید سنگسار کرد، بعد مردم تصمیم میگیرن تو همین آمریکا تو 50 سال پیش سنگسارشو نمیکردن ولی زندانشو میکردن، بعد دیدن غلطه، پس زندگی خودشو بکنه تو خلوت خودش هر کاری میخواد بکنه، به قانون صدمه نزنه، به تو چه مربوطه تو خونه با کی میخوابه؟ جامعه عوضش میکنه. شما در بخواید با کتاب مقدس مسیحی جامعه رو حکومت بکنی که نمیتونی این کارو بکنی. درست آقا جمعیم، خیلی سپاسگزارم، تا گفتگوی دیگر. ممنون از حضور شما. از شما بخیر. ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب، جهل و کفن فروشان، دیروز که می گفتید عربده می کشیدید بر سر در بناها، با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خود فروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران و پاک ما را.
اکنون زمان پاسخ، اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. عید سیاوش این شرم خامنه‌ای آخرین عیدت باشه.